سعید بگید اگه میخوره بهتون بدون بدم. من یعنی 43 تومنه. تنها دو روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه یک روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند. اعلام به هر صورت خیلی معذرت بخوام، مجبورن ملت برگزار کنند به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماهایی که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن. تورم و افزایش روزافزون قیمت ها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند. به این حالت میوه فروشیمون خلوته، یعنی الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشن، یعنی سال قبل ما بعضی سال رو یادمونه صف میستادن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر هم کسی میاد قورده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کیلو دو کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه. همه چیزی که الان خب میدونی که گرون دیگه، بودجه مردم نمیرسه، اقتصاد مردم الان اکثر مردم اومدن زیر خط فقر، همون فقر مطلقی که رئیس جمهورم میگه دیگه. حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند. الان کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن. گوشت گوساله است 112. آره کسی زورش نمیرسه خرید کنه. الان یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونن گوشت بخرن. رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده. گوشت منجمد اون که می اومد به نسبت خوب بود، مخصوصا برزیلی که می اومد قیمت ها پایین بود، ولی متاسفانه با اون دلاری که می گرفتن و می آوردن دو سال فرق کرده قیمتش، یعنی با 4200 که گوشت برزیلی رو می آوردن الان شده 100 تومان، ولی دو سال قبل من خدا همینجا فروشگاه خریدم 33 تومان، 32 تومان. 4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است. میان اینجا میان به ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهادهای دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز میدانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید. الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه 2-3 هم داخل فروش میده. کلا یه خورده وضعیت گوسفند خرابه. دامدارم نمیده. اونم خب دامدارم به خاطر نمیده که به خاطر علوفه‌هاش گرونه. خوراک دام گرونه. علوفه خیلی گرونه. مالدار واسش نمیصرفه. مالو مالش قاچاق میکنه یا مالای مبدل و ماده ها رو همه رو داره اکثرا میفروشن یا میکشن. هرچند آیت الله علی خامنه ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست. مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتا برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست. آقای خامنه ای در سخنرانی نوروزیش به حمایت از برنامه های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخت. گزارش های رسمی خود دولت اما از ناتوانی دولت 13 در کنترل بازار خبر می دهد. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه
بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند. الان من که صنفم خب به هر حال لبنیاتیه، مشتری خودم دیگه خودشون با زبون خودشون مثلا میان میگن آقا ما قبلا میومدیم مثلا پنیر از شما میگرفتیم، خامه میگرفتیم، سرشین میگرفتیم، حالا میایم حذفش میکنیم چون واقعا درآمد نیست، میایم مثلا خامه و ارزم به خدمت شما سرشین رو حذف میکنیم فقط پنیر رو میگیریم. گاهم بوده مشتریایی که اینجا از من مثلا می اومدن 1 کیلو پنیر می‌خریدن، قالبی می‌خریدن، الان اومده شده به مثلا نصف قالب پنیر یا کمتر. به خاطر اینکه واقعا هم ندارن، یه عده واقعا ندارن. قیمت‌ها در بازار میتازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره‌ها حذف می‌کند. مقامات به بازار دستور می‌دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند. آقا ما پرتقال پول نداریم، اینو می‌خوریم. ویتامین سه شکر. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.